در همین ارتباط همراه هستیم با همکارم تورسکه صادقی که از پاریس همراه ما هستش. تورسکه، این بیانیه هشدارآمیز خطاب به چه کسانی و چه جریاناتی منتشر شده؟ ببینید، مسئله بودجه در عراق در بین جریان ها همیشه مسئله مورد اختلافی بوده. حالا چه جریان های کرد با دولت مرکزی، چه جریان های سنی با دولت مرکزی. حزب دموکرات کردستان عراق سال گذشته بر این اساس یعنی تایید کرد، حتی سنی ها اعلام کردند با چارچوب هماهنگی، یعنی گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی شریک میشن و توافق میکنن که دولت تشکیل بدن که خواسته های اونها خصوصا در رابطه با بودجه به اصطلاح اجرایی بشه و دولت این خواسته های اونها رو برطرف بکنه و در نظر بگیره. حدود سه ماه قبل هم توافقاتی بین دولت مرکزی محمد شیا السودانی و اربیل خصوصا حزب دموکرات کردستان عراق صورت گرفت، اما در جریان رای گیری که 4 روز طول کشید برای تصویب بودجه، جدا از این که حدود 2 ماه پشت سر هم جلساتی در بین جریان ها صورت گرفت، جریان ها یا فراکسیون های مورد حمایت جمهوری اسلامی که در حال حاضر فراکسیون اکثریت هستند در پارلمان عراق، تمامی این توافقاتی که در طول چند ماه گذشته صورت گرفته بود رو تغییر دادن در قانون بودجه و در واقع عمده اختلافات اقلیم کردستان با دولت مرکزی به خاطر سهم بودجه اقلیم کردستان عراق هستش، به خاطر فروش نفت اقلیم کردستان عراق هستش، حقوق ایران و بودجه هایی که برای وزارتخانه ها داره فرستاده میشه. در نتیجه بیانیه رئیس حزب دموکرات کردستان عراق مسعود بارزانی خطاب به این جریان هاست، یعنی جریان های اکثریت، گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی، و به نوعی هشدار، یعنی شدید اللحن هستش، داره هشدار میده که توضیح داده که این در راستای تضعیف قدرت اقلیم کردستان هستش، تلاش های بیباکانه خوانده و گفته که این خط قدرت اقلیم کردستان خط قرمز و به هیچ عنوان این رو قبول نمی کنن و به نوعی داره میگه که نباید این توافقاتی که صورت گرفته قبلا در موردش صحبت شده اینها تغییر پیدا میکرد. انتقادات زیادی به قانون بودجه تصویب شده وارد شده، دلیلش دقیقا چه هستش؟ نکات بسیار زیادی وجود داره. از یک طرف سنی ها میگفتن که باید سهم بودجه استانهای سنی نشین به دلیل تخریبی که بعد از حمله داعش به وجود اومده باید بیشتر از استانهای دیگه باشه. دولت السودانی حالا متهم هستش خودش به اینکه بودجه کلانی رو برای شبه نظامیان سازمان هشت شعبی در نظر گرفته که حدود 4 تریلیون دینار عراقی هستش. از طرف دیگه دولت السودانی یک بودجه 3 ساله برای اولین بار در تاریخ این کشور تعریف کرده که فقط بودجه امسال یعنی 153 میلیارد دلار مشخصه، برای 2 سال آینده مشخص نیست که چه میزان بودجه در نظر گرفته شده، در حالی که 48 میلیارد دلار کسری بودجه دارن. مجله نشنال اماراتی یک انتقادات شدیدی وارد کرده به این نحوه تصویب قانون بودجه، گفته که از 153 میلیارد دلار سهم بودجه سال 2023 101 میلیارد دلارش فقط برای مصارف و هزینه ها و حقوق کارمندان در این کشور، در حالی که هیچ مقدار بسیار ناچیزی برای صنعت، برای تولید در نظر گرفته شده. حتی پیش بینی شده، بسیاری پیش بینی میکنن که اگر نفت، قیمت نفت یعنی هر بشکه زیر 70 دلار فروخته بشه، دولت السودانی همین چند ماه آینده یا شاید سال آینده با مشکل مواجه بشه که بتونه تأمین بکنه حقوق بگیران کشور خودش رو. در نتیجه همونطور که شما بهش اشاره کردید، وزیر خارجه سابق عراق هم هشدار داده، این رو فاجعه آمیز خونده و گفته که در واقع این تصویب بودجه به نفع برخی از جریان ها بوده که مستقیما داره اشاره میکنه به جریان های مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت عراق. بله، تورسکه صادقی از پاریس، ممنون از گزارشت.